خب به نام خدا سلام، من الیاس حیدری هستم، دانشجو یعنی در واقع فارغ التحصیل دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر و ریاضی دانشگاه شریف و توی گروه دکتر شریفی کار میکردم در 2 سال اخیر و امروز در واقع 2 تا ارائه دارم که قسمت اول ارائه یک مسئله خیلی کلیه و صرفا مروریه بر اینکه چقدر پزشکا و کامپیوتر ساینتیستا و حالا آماردانها ریاضیدانها میتونن دست به دست هم بدن تا مسائلی رو حل کنن و خیلی ارائه کلی خواهد بود. و قسمت دوم در مورد یه نمونه از اون کارهایی که زیست شناسا و آماردانها انگار با هم دیگه انجام دادن و خب قاعدتا یه مقداری تخصصی تر خواهد. خیلی کلی در مورد این بحث میکنم که ببینید ما وقتی که با یک سوال بیولوژی طرفیم در بیولوژی جدید مثل اعصار و قرون قبلی که زیستشناسا سوالاتی میپرسیدند همواره سعی میکردن یک سری ابزار داشته باشن برای اندازه‌گیری برای آزمایش و بعد سعی میکردن که با استفاده از نتایج اون آزمایش ها به یک سری دانش جدید انگار یک سری دید جدید برسن در مورد اون سوال و اون سوالا جواب بدن. اما در انگار دهه های گذشته در چند دهه اخیر با ظهور تکنولوژی های جدید و در واقع دیولپ شدن ابزارهایی که هم برای اندازه گیری و هم برای تحلیل داده ها استفاده می شدن سوالات بسیار بیشتر و پیچیده تری در زیست شناسی قابل پاسخگویی بود. به طور کلی شرخه انفورماتیک زیست پزشکی جدید به این شکله که اول یک سوال در بیولوژی مطرح میشه و بعد میبینیم که آیا در مورد این سوال تکنولوژیش وجود داره یا نه. اگه تکنولوژیش وجود داشته باشه داده جدید تولید میکنیم و اگر نه تکنولوژیش رو ایجاد میکنیم و بعد با ابزارهای کامپیوتری حالا یا ممکنه نرم افزار جدید نیاز داشته باشیم یا با استفاده از نرم افزارهای قبلی مسئله رو در واقع حل کنیم و احتمالاً دوباره یک سری فرض جدید به دست میاد که دوباره بعد بیولوژیستا ببینن که در واقع یک سری آزمایش طراحی کنن که ببینن که این فرضها درسته یا نه. و مثلا اگر بخوایم چند مثال بزنیم اومدن آدم‌ها اول دیدن که خب من دی ان ای رو چجوری سیکونس کنم و دستگاه‌های دی ان ای سیکونسر در انواع و اقسام اومد در دهه اخیر. اومدن گفتن که بیان ژن رو چجوری اندازه‌گیری کنن، اومدن گفتن که مثلا متیلیشن رو چجوری اندازه‌گیری کنن، اومدن گفتن که متابولومیک رو چجوری اندازه‌گیری کنن، داده‌های کلینیک رو چجوری اتوماتیک اندازه‌گیری کنن و بعد همینجوری هی تکنولوژی‌های جدید اومد، داده‌ها در انواع و اقسام و در حجم بسیار بسیار زیاد روزافزون داره تولید میشه و بعد آماردان‌ها و کامپیوتر ساینتیست‌ها دست به تحلیل اون می‌زنن و این چرخه هی ادامه پیدا میکنه. برای مثال اگر که بخوام اینجا به در واقع سورس های مختلف دیتا و کامپوننت های مختلف دیجیتال هلسکر نگاه کنیم میبینیم که اول من پایین سمت چپ یه سری پابلیک دیتا بیس دارم که در واقع آزمایش هاییه که در دنیا انجام شده و همینجوری آدم ها به صورت پابلیک در اختیار بقیه قرار دادن. یه سری آزمایش خودم میتونم طراحی کنم، یه سری کلینیکال دیتا دارم و یه سری مثلا کوئسچنر پرسیدم و اینها و همه اینها با هم دیگه این داده ها جمع میشه، این داده ها تحلیل میشه، تبدیل به نالج میشه و بعد اون موقع من میتونم دوباره آزمایش های بیشتر و بیشتری انجام بدم، چه به عنوان یک ساینتیستی که مثلا دنبال حل یک سری مسائل علمیه، مثلا چه جوری یه مکانیزم کار میکنه، و هم میتونم بعداً به صورت یک کلینیکال ساینتیست بهش نگاه کنم و مثلا درمان جدید یا داروی جدید براش تولید کنم برای بنابراین این داده ها که جدیدن دارن تولید میشن در حجم زیاد میتونن اطلاعات بسیار بسیار زیادی در مورد درمان به ما بدن، درمان های بهتر، درمان های دقیق تر. و البته همینطور ما میتونیم ابزارهای جدید تولید کنیم. یعنی این دو فیل در واقع دارن به هم کمک میکنن، چون ابزارهایی که داده های زیستی که در هیچ این حجم دارن تولید میشن در هیچ مثلا اپلیکیشن دیگه ای نبودن
و خب اینها نیازمند ابزارهای جدید کامپیوتریه که کامپیوتر ساینتیست ها خیلی علاقمندن به دیولپ کردنش، و انگار هم زیست شناسی نیازمند کامپیوتر ساینس امروزه و هم کامپیوتر ساینس نیازمند بیولوژی امروزه. مثلا اگر که ما بخوایم یکم نگاه دقیق‌تری بندازیم که چه دیتاهایی داریم، اگر از سطح خیلی پایین مثلا ژنومیک دیتا یا ژنتیک دیتا بیایم شروع کنیم، ما مثلا دیتاهای میوتیشن ها رو داریم، نمیدونم بیان ام ار ان ای رو داریم، بیان مایکرو ار ان ای رو داریم، متابولومیک رو داریم، پروتئین ها رو داریم، اپیژنتیک و و در واقع متیلیشن رو داریم، و بعد در سطح های بالاتر اینها میان میشن بیولوژیکال پروسس ها، مثل مثلا ریپر، نمیدونم ایمیونیتی، نمیدونم ایجنینگ، و میان اینا بالاتر میشن بیماری، و بعد در سطح بالاتر میشن پاپولیشن و مثلا چه میدونم اپیدمی و اینها. و همه در تمام این سطوح من با مسائل مختلفی روبرو هستم، با نوع داده های مختلفی روبرو هستم، ولی همچنان در مورد تک تک اینها من داده دارم. مثلا در ژنتیک من داده دارم، بعد میام بالاتر مثلا اکتیویشن پسوی ها رو دارم در سطح سلول ها، و بعد میام بالاتر میبینم که مثلا کلینیکال دیتا رو دارم در مورد یک سری بیماری که کانسر دارن، و بعد بالاتر در مورد جامعه مثلا یه سری استاتستیک میدونم که مثلا چند درصد از جامعه چه بیماری هایی رو دارن، رفتار جامعه چه جوریه، نمیدونم چجوری غذا میخورن، آیا سیگار مثلا، آیا مواد مخدر استفاده میکنن یا نه، و و چیزهای دیگه. بنابراین ما هر جایی که نگاه میکنیم دیتاهای مختلفی رو در انواع مختلف میبینیم، و همه اینها به ما میتونه کمک کنه که دانش دقیقتری داشته باشیم نسبت به سیستم های زیستی پزشکی، و البته بعد تصمیم های بهتری بگیریم، تریتمنت های بهتری بدیم، داروهای بهتری طراحی کنیم. برای مثال مثلا در این عکس که نگاه میکنین، من در مورد یه آدم میتونم اطلاعات مختلفی گرفته از سوشیال مدیاش بگیرم، از رفتارش بگیرم، از محیطش بگیرم، از ژنومیکش بگیرم، از مثلا کلینیکال دیتاش، هلس رکورداش بگیرم، و داروهایی که مصرف میکنه بگیرم، و بعد مثلا اطلاعاتی که در مورد بیماری هم داره، مثلا چه بیماری، چه نوع خاصی رو بگیرم در طول زمان، و بعد دارویی رو طراحی کنم که به طور خاص روی این فرد تاثیر بیشتری داره، و در واقع به این میگن پرسیشن مدیسین. و در واقع در نهایت میبینیم که جمع کردن داده ها باعث میشه که ما اطلاعات دقیق تری داشته باشیم، دانش بهتری داشته باشیم نسبت به یک سیستم زیستی، یک سیستم زنده، و بعد تصمیم های دقیق تری بگیریم. اما در این فیلد چه کسانی میتونن کمک کنن، چه علومی میتونن کمک کنن؟ ما در یک جهت ریاضیات و آمار رو داریم که ما کمک میکنه که از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش برسیم. ما کامپیوتر ساینس رو داریم که ما کمک میکنه که این فرایند رو اتوماتیک کنیم و خیلی افیشنت و کارا بتونیم فرایند تحلیل داده ها رو انجام بدیم. و البته زیست شناسی رو داریم که سوالا اصلا از اون سمت میاد و بعد به ما کمک میکنه که هم سوال‌های جالبی داشته باشیم برای جواب دادن، و بعد از اون طرف وقتی که ما تحلیلمون رو بهشون ارائه دادیم به عنوان کامپیوتر ساینتیست ها یا آماردان ها، اون موقع اونها بتونن انگار اون دانش رو و اون دید رو تحلیل کنن. و خب فیلدهای مختلف بیولوژی هست، حالا من اینجا پزشکی رو نیاوردم، ولی همون جور که در سطوح مختلف ما دیتا داریم در و نوع نگاه‌های مختلف و دیدهای مختلف میتونیم به یک سیستم زیستی داشته باشیم، همچنان علوم مختلف هم میتونن بیان کمک کنن. مثلا در سطح مولکولی من مثلا چه میدونم بیان ژن‌ها و اینها رو دارم، نمیدونم بعد ساختار پروتئین‌ها رو میتونم با بایوفیزیک بایوشیمی نگاه کنم، نمیدونم پزشکی رو دارم که کلینیکال دیتا رو از اون سمت دارم، و علوم مختلف دیگه ای که میتونن به ما کمک کنن. بنابراین همه این یک چرخه، این یک حلقه کامله که انواع اقسام علوم باید دست به دست هم بدن تا این تکمیل بشه و تا اینکه به نتیجه برسه. هر کدوم از این سه تا نباشن، این حلقه کامل نمیمونه و ما نمیتونیم بیشترین استفاده را از دیتایی که داره تولید میشه بکنیم. اگه بخوایم به صورت دقیق‌تر ببینیم که چه اتفاقی این وسط میفته، اینه که ما یک کلینیکال دیتابیس داریم، بگیم اومیکس دیتابیس داریم که انگار ترانسکریپتومیکس، نمیدونم پروتئومیکس، همه داده‌های زیستی در سطح مولکولی مثلا، و بعد اینها دیتابیس اصلی ما رو تشکیل میده. این داده‌ها رو تحلیل می‌کنیم با ابزارهای مناسب کامپیوتری به صورتی که افیشنته،
یه نتایجی برای ما به دست میاد و بعد زیست شناس ها برای ما کار تفسیر رو انجام میدن و در واقع با دانش قبلی این اطلاعات در واقع نتایج جدید ترکیب میشه تا به یک دانش جدید برسیم. امیدوارم این عکس واضح باشه. مثلا این یک نمونه از تحلیلیه که ما انجام میدیم روی یک داده زیستی. وقتی که داده زیستی میاد ما اول باید تمیزش کنیم و بعد یک سری فیچر اکسترکت کنیم از این دیتا. مثلا اینکه مثلا فرض کنید که من دی ان ای رو دارم و بعد میخوام مثلا میوتیشن ها رو ازش بکشم بیرون. بنابراین کاری که اول باید بکنم اینه که همه دی ان ای هایی که دارم رو الاین کنم، دیتامو تمیز کنم و بعد ازش فیچر استخراج کنم که فیچر همون میوتیشن هاست. مثلا در جاهای مختلف دی ان ای ببینم که هر کسی چه میوتیشنی داره و بعد یه مدل بدم، مثلا بگم که این جامعه با این نرخ در فلان مثلا لوسای در فلان جاهای دی ان ای مثلا میوتیت میکنه و مثلا با این نرخ، و بعد نهایتا به نتایجم برسم که این نتایجم نهایتا تبدیل دانش میشه. و خب این کار رو میتونم به انواع اقسام روش انجام بدم. به طور خاص مثلا روش های سوپروایز آن سوپروایز، که روش های سوپروایز مثلا شما فرض کنید که دی ان ای یه سری آدم رو دارین و بعد میدونین که اینها مثلا کانسر X رو دارن یا ندارن، و بعد من سعی میکنم که ببینم که اون آدم هایی که کانسر X رو دارن رو آیا میتونم پردیکت کنم با داشتن دی ان ای ها یا نه. پس ببین میگن روش سوپروایز، و روش آن سوپروایز اینجوریه که فرض کنید یه سری دی ان ای دارم و صرفا میخوام ببینم که چه زیر جامعه هایی در این جامعه هم دارم، و بعد اون زیر جامعه ها ممکنه ویژگی های خاصی داشته باشه، مثلا نژاد های مختلف در یک جامعه. ببین روش میگن آن سوپروایز، پس من اینجا برچسبی انگار ندارم. و بعد میام این دادم رو تحلیل میکنم، فیچر اکسترکت میکنم ازش و بعد میدنش به یک روش، حالا بگیم ماشین لرنینگ. این من خیلی 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 کلی گفتم، صرفا میخواستم بگم که روند کلی کار توی تحلیل های بایومدیکال اینفورماتیکس چجوری. در نهایت بخش اول گفتگومو دوباره با مرور همین اسلاید تموم میکنم که بیولوژی سوال مطرح میکنه، تکنولوژی سعی میکنه که اندازه‌گیری های مختلفی رو برای جواب دادن به اون سوال به ما بده. کامپیوتر ساینتیست ها، آماردان ها سعی میکنن که با تحلیل داده به دست اومده جواب اون سوال رو بدن. بعضن ممکنه که اینجا اتفاقا سوال های جدیدتری هم مطرح کنن که باز بیولوژیست ها باید مثلا آزمایش براش طراحی کنن، حدس بزنن و سوال بپرسن و دوباره این چرخه ادامه پیدا کنه. و هر کدوم هم دوباره از این گام ها نباشه این حلقه معیوب میمونه و نمیشه. بنابراین نکته‌ای که وجود داره در دنیای امروز با این همه داده زیست پزشکی که وجود داره، نه زیست شناسان و پزشکان میتونن به تنهایی به تمام توانایی اون دیتا و تمام اون ظرفیت اون دیتا پاسخ بدن و نه کامپیوتر ساینتیست‌ها اصلا سوالی دارن برای جواب دادن. پس این دو باید دست به دست هم بدن تا در واقع این زیست پزشکی جدید پیشرفت کنه و بتونه به سوالات جدیدی جواب بده، بتونه درمان‌های جدیدی رو ارائه. این بخش اول ارائه من بوده، یک کسی سوالی داره. خب من یه مقداری ارائه‌مو خیلی انگار جزئی‌تر و تخصصی‌ترش میخوام بکنم و در مورد یه کاری که من اخیراً انجام دادم میخوام صحبت کنم. و این کار در واقع نمیدونم حالا چند نفر توی جورنال کلاب هفته پیش هم بودن. در جورنال کلاب هفته پیش دکتر شریفی در مورد دیتای سینگل سل حرف زدن، یه دونه از همین دیتایی که در زیست شناسی جدید داره تولید میشه و بسیار بسیار داره کمک کننده است بخاطر که در حجم خیلی بالایی داره تولید میشه. میخوام در مورد یک کاری روی این دیتا صحبت کنم و حالا فرض میکنم که آدم ها با دیتای سینگل سل کم و بیش آشنان، ولی سعی میکنم که اگرم کسی آشنا نیست یه بک‌گراند خیلی کوچیکی خیلی خیلی کوچیکی بدم که در واقع کسی در واقع جا نیفته از این داستان. ببین داستان از این قراره که ما یک سری سینگل سل، ببینیم ما بیان ژن ها رو اندازه‌گیری میکنیم در سلول های مختلف، کاری که قبلا هم مثلا از 10 سال پیش هم همیشه انجام میدادیم، حالا با مایکرو اری یا آر ان ای سیکونس. خب
کاری که جدیدن دارن انجام و اون موقع اینجوری بودش که مثلا فرض کنید که دست می‌کردن در داخل مثلا حالا یک تیشویی و یک دسته از سلول‌ها رو در می‌آوردن، اینها رو ترکیب می‌کردن و بعد با یک ابزاری مثل RNA sequencing سعی می‌کردن که ببینن که بیان هر ژنی در این دسته از سلول‌ها چی. اما الان به یک تکنولوژی رسیدن که می‌تونن وقتی که در واقع یک نمونه‌ای برمی‌دارن اینها رو به جای اینکه سلول‌ها ترکیب بشن با هم دیگه، تک تک سلول‌ها رو بیان ژنشون رو جدا از هم داشته باشه. و خب این باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ خب شما اگه که در واقع یک نمونه ای از یک تیشو بردارید، اتفاقی که میفته اینه که این قطعا از سل تایپ‌های مختلف و ساب تایپ‌های مختلف تشکیل شده. اما وقتی که شما تک به تک سلول‌ها رو میتونید نگاه کنید، میتونید یک لیبلی روی هر کدوم از این سلول‌ها بزنید که این چه تایپیه. مثلا چه می‌دونم تایپ 1، تایپ 2، تایپ 3. و خب نکته‌ای که وجود داره اینه که این مسئله خیلی به ما کمک میکنه، چون مثلا فرض کنید که شما از یک تومور میان یک سمپلی برمی‌دارین و خب می‌خوام ببینین که این در واقع ناهمگنی ناهمگونی این در واقع تومور چه شکلیه، چه سل تایپ‌هایی وجود داره توش و این. نه یک دسته سلول که ما این دفعه میتونیم تک سلول ها رو ازشون اندازه گیری داشته باشیم. درست. داده سینگل سل، داده RNA sequencing چی بود؟ داده RNA sequencing اینجوری بود که ما سلول ها رو برمی‌داشتیم و بیان ژن های مختلف توش نگاه می‌کردیم. اما نکته این بودش که اون وقتی که یک سلول ها مثلا یک سامپل رو داشتیم، این خودش یک سلول نبود، چندین تا سلول با هم ترکیب شده بودن، بهش میگفتن بالک RNA sequencing، و این بیان ژن‌ها انگار چند سلول در کنار هم. در سینگل سل اومدن به یک تکنولوژی رسیدن که این دفعه وقتی که نمونه می‌گرفتن، این دفعه واقعا تک سلول رو می‌تونستیم آر ان ای سیکونسینگ کنیم. خب به خاطر همین بهش میگن سینگل سل، ولی خب دسته ای از سلول هاست. مثلا من 10,000 تا تک سلول رو بیان ژنشون رو دارم. بنابراین وقتی که در مورد دیتا سینگل سل حرف می‌زنیم، منظور این که مجموعه‌ای از سلول‌ها، ولی من تک تک سلول‌ها رو می‌تونم بیان ژنشون رو داشته باشم. و خب میگم این خیلی ویژگی خوبی داره، به خاطر اینکه من اطلاعات انگار با یک رزولوشن دقیق‌تری دارم نگاه میکنم به مثلا یک سیستم زیستی شامل سلول‌های مختلف. و در نهایت یک تسکی که خیلی بنابراین مورد نظر در این فیلد اینه که من اگر که سلول‌های مختلف رو دارم، در واقع یک مثلا فرض کنید نمونه 10,000 تایی از سلول‌ها رو دارم بیان ژنشون رو، من می‌خوام بیام لیبل بزنم روی این سلول‌ها و بگم که هر سلول چه سل تایپی، خب چه سل تایپی داره. و خب این خیلی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه به من کمک میکنه که حالا مثلا اگر یه بافتی رو دارم در موردش تحقیق میکنم، این رو ساختار دقیق ترش رو بشناسم. و مثلا حالا این یک نمونهشه. مثلا یه نمونهش دیگه اینه که مثلا در فرایند مثلا تبدیل شدن سلول جنینی مثلا به سلول های بالغ، مثلا در هر گام زمانی من چه درصدی از چه سلول هایی رو دارم. بنابراین این مسئله مهمیه. به این مسئله میگن دسته‌بندی سلول‌ها، یعنی در واقع کلا به این مسئله میگن کلاسیفیکیشن یا دسته‌بندی. و خب اینجا ما سینگل سل‌ها رو می‌خوایم بر اساس سل تایپ‌هاشون دسته‌بندی کنیم. کاری که تا الان میومدن انجام میدادن این بودش که اگر که من می‌خواستم مثلا یک روش یادگیری ماشینی آماری رو بزنم برای اینکه این سلول رو دسته‌بندی کنم و یک برچسب روش بزنم بگم فلان سل تایپه، می اومدن بردار بیان ژنش رو در نظر می گرفتن. مثلا فرض کنید که 27,000 تا ژن داشت، می اومدن در نظر می گرفتن برای سلول های مختلف، می اومدن در نظر می گرفتن و سعی می کردن یک الگویی پیدا کنن، حالا با یک روش آماری، یک روش یادگیری ماشین، که بیاد در واقع بگه که بر اساس این بردار این چه نوع سل تایپی، چه نوع سلی. و خب ایده این بودش که احتمالاً مثلا در برخی سل تایپ های خاص من یه سری ژن ها رو دارم که بیانشون بیشتره و یک سری ژن ها مثلا بیانشون کمتره. از همین اینکه چه ژن هایی بیشتره در چه سل تایپ هایی، من میتونستم دسته بندی کنم سلول. ولی نکته ای که وجود داره اینه که وقتی که میام این کار رو انجام میدم، من اصطلاحا به اصطلاح حالا کامپیوتیشنال خیلی نویز دارم داخل سیستم. یعنی یه سری ژن دارم که خیلی فرق نمیکنه تو چه سل تایپی باشم، یعنی اصلا هیچ اطلاعاتی در مورد نوع سل تایپ به ما نمیده. و در واقع اتفاقی که میفته اینه که بنابراین اینا به ما فقط نویز میدن، هیچ الگویی از داخل اینا پیدا نمیشه، بنابراین اینا باید حذف بشه. ولی علاوه بر این، نکته‌ای که وجود داره اینه که
من اگه بخوام به تک تک به ژن‌ها به صورت تکی تکی نگاه کنم، این خیلی کمک کننده نیست در تعیین نوع سل تایپ، بلکه اینها رو باید در کنار همدیگه نگاه کنم، به صورت یه نتورک نگاه کنم که اینها با همدیگه اصطلاحاً اینتراکشن دارن. خب ژن‌های مختلف با همدیگه اینتراکشن دارن و این چیزیه که واقعا ما میدونیم. میدونیم که ژن‌های مختلف، حالا در واقع پروتئین‌های مختلف با همدیگه اینتراکشن دارن، یه سریشون ترانسکریپشن فاکتورن، نمیدونم میرن و در واقع تأثیر میذارن روی بیان ژن‌های دیگه و در کل اینها با همدیگه خیلی مرتبطن و اصلا نمیشه به عنوان فیچرهای جدا از هم در یک تسک یادگیری ماشین بشونه. پس کاری که اومدیم کردیم و تا اینجایی که ما میدونیم برای اولین باره اینه که اومدیم گفتیم که به جای اینکه ما بیایم ژن‌ها رو به صورت فیچرهای جدا از هم نگاه کنیم، چه خوبه که بیام جین رگولاتوری نتورک رو نگاه کنیم. خب به خاطر اینکه ادعای ما اینه که در نوع سلول‌های مختلف ما در واقع ژن رگولاتوری های مختلفی داریم، یعنی در واقع اینتراکشن ها بین ژن ها متفاوته در سل تایپ های مختلف. حالا این کاری که کردیم اومدیم گفتیم که اوکی، شما در نظر بگیرید که این در واقع ژن رگولاتوری کامل شماست برای یک دونه سلول خاص مثلا در نظر بگیریم و اومدیم گفتیم که این رو یک جوری بیام ازش استفاده کنیم. چه جوری ازش استفاده کنیم؟ اما فقط در مورد این رگولاتوری نتورک بگم که هر به اصطلاح ما گره یا نود نشون دهنده یه ژنه و هر خط یا یال نشون دهنده ارتباط بین دو تا ژن. حالا این ممکنه از جنس مثلا سرکوب باشه، از جنس مثلا فعال کردن باشه یا هر چیز. بنابراین این رگولاتوری نتورک به طور خاص مثلا این چیزی که من الان آوردم اینجا مال مخمره. خب و بعد گفتیم که خب این به لحاظ کامپیوتری مثلا فرض کنیم 27000 تا ژن داریم ما و مثلا تعداد اینتراکشن ها هم یه چیزی از اوردر میلیونه، بنابراین کار با این به صورت کامپیوتری قابل انجام نیست. بنابراین گفتیم که یه جوری این رو باید ما مثلا کامپرسش کنیم، یه کاری کنیم که کامپیوتیشنال فیزیبل باشه کار باهاش و اومدیم گفتیم که اوکی، اول باید یه سری جین رو ساب سامپل کنیم، یه سری جین مهم رو که مثلا این جین های مهم میتونن ترانسکریپشن فاکتورا باشه، چون تا اونجایی که ما میدونیم ترانسکریپشن فاکتورا انگاری همه اطلاعات جین رگولاتوری نتورک رو دارن، چون در واقع هر اتفاقی که در جین رگولاتوری نتورک میفته از یکی از اینها شروع شده، یعنی از اینها شروع شد. بنابراین مثلا اینها رو انتخاب میکنیم و بعد بر اساس این یه نتورکی میسازیم. این نتورک رو چجوری میسازیم؟ مثلا فرض کنیم یه سری پابلیک دیتابیس ما هست، ما داریم که میگن که چه ژنی روی چه ژن دیگه چه مثلا تاثیر داره یا نداره و خب ما برای کامپرس کردن بعد از اینکه اون ترانسکریپشن فاکتورها رو برداشتیم، میایم با استفاده از اون دیتابیس ها یک دونه خط، یعنی یک دونه خط بین هر دو ژنی میذاریم که در اون دیتابیس ها گزارش شده که اینها با هم دیگه در ارتباط. و خب این دیتابیس ها معمولا از یه سری آزمایش قبلا به دست میان یا از یه سری آزمایشی که قبلا انجام شدن به دست میان یا مثلا پردیکت شدن، حالا در لیترچر در هر صورت گزارش شده. بنابراین نهایتا ما به همچین نتورکی میرسیم که به لحاظ کامپیوتری برای ما فیزیبل. و خب نکته جالب اینه که ما از 27000 تا جین میرسیم مثلا به 300 تا جین و مثلا از 1 میلیون یال میرسیم مثلا به نزدیک 1000 تا یال، 1000 تا ارتباط و بعد روی این شروع میکنیم به در واقع انجام اون کاری که میخواستیم. کارمون چی بود؟ این بودش که بیایم سلول های مختلف رو دسته‌بندی کنیم و روی هر کدوم برچسب بزنیم بگیم که سل تایپ خاص یک سلول چی. بسیار خب، پس مسئله اصلی ما تا اینجا این شد و حالا بریم سراغ این که ما چه انگیزه ای داشتیم از این کار. انگیزه ای که وجود داشت این بودش که اول اینکه سل تایپ های در سل تایپ های مختلف چیزی که مهمه رفتار تک تک ژن ها نیست، بلکه ما ماژول های مختلفی از ژن ها یا انگار گروه های مختلفی از ژن ها رو میبینیم که با هم دیگه فعال میشن و در یک سل تایپ خاص. خب بنابراین اینکه ما بیایم مثل روش های امروزی که داره حالا انجام میشه بیایم ژن ها رو به صورت تک به تک نگاه کنیم، این کار خیلی منطقی نیست و باید ماژول هایی از ژن ها رو با هم در واقع نگاه کنیم ببینیم فعالیتشون چه جوریه تا سل تایپ مشخص بشه. نکته بعدی اینه که واقعا اون چیزی که ما از زیست شناسی میدونیم اینه که ژن ها اصلا از هم دیگه مستقل نیستن، روی هم تاثیر میذارن. و وقتی از ژن صحبت میکنم شما در نظر بگیرید پروتئین، یعنی تمام مرحله نمیدونم ترانسکریپشن ترنسلیشن رد شده و به پروتئین رسیده و یه پروتئینی مثلا یه پروتئین دیگر تأثیر میذاره و اون ترانسکریپشن فاکتوره و میره مثلا به یه ژنی، ولی نهایتا مسئله اینه که ژن ها انگار با هم دیگه در ارتباط. خب
و نهایتا یه نکته دیگه هم هست اینه که ما داریم یه اطلاعات اضافه رو استفاده می‌کنیم، ضرر که نداره ها، ما اطلاعات اضافه رو استفاده می‌کنیم و به جای اینکه فقط بیایم بیان ژن‌ها رو نگاه کنیم بلکه ارتباط بین ژن‌ها رو هم نگاه کنیم. پس با این سه تا موتیویشن شروع کنیم. اگه بخوایم مثلا یه نگاه بندازیم به اینکه آیا این روش منطقیه و جواب میده یا نه، این یکی از نتورک‌هایی که مثلا ما ساختیم در مورد یک سری سلول خونی موش، خب و هر کدوم از این نقاط گفتم یه سری ژن هستن و این ارتباط و این خطوط ارتباط بین دو تا ژن رو نشون میده. خب و خب هر کدوم از این در واقع چند تا نقطه که کنار هم میبینید و رنگ‌آمیزی یکسانی شده، اینا در واقع یه سری ژنن که ارتباطاتشون با هم خیلی زیاده، فقط چون در واقع تو هم رفتن شما نمی‌بینید، ولی ارتباطاتشون خیلی زیاده، انگار یک گروه یا یک ماژولی رو نشون میدن که اینا ارتباط در واقع تعداد خطوط تعداد ارتباطات بین اینها خیلی زیاده و انگار با هم دیگه تشکیل یک کامپوننت یک ماژول رو. و خب وقتی که ما به اینها نگاه کردیم در نتورکمون دیدیم که اتفاقا خیلی از اینها مشخص کننده سلف های خاص هست. مثلا این نارنجی مشخص کننده سلول های اریتروئید، یا مثلا این کامپوننت سبز مشخص کننده سلول های مونوسایت. وقتی میگم مشخص کننده یعنی اینکه اگر که این ماژول تعداد زیادی از ژن هاش فعال باشه، یعنی با بیان بالا داشته باشه، اون موقع ما حدس میزنیم که این تایپ سلول مونوسایت مثلا یا تایپ سلول دیگه. بنابراین ما اومدیم دیدیم که وقتی که نتورک تشکیل میدیم و به ماژول هایی که در نتورکمون هست نگاه میکنیم، اتفاقا اینها معنی دارن و اطلاعات دارن در مورد اینکه چه سل تایپی داریم. مثلا من روی این دوتا ماژول خاص اگه بخوام تمرکز کنم، میبینم که مثلا در این شکل بالایی اگه نگاه کنید، اول بذارید توضیح بدم که این شکل هر کدوم چیه. ببینید هر کدوم از این نقاط مشکی یا حالا رنگای دیگه، اینها نشون دهنده یک سلوله. خب در یک فضای دو بعدی این صرفا نشون میده که سلول ها چقدر نسبت به هم نزدیک یا دوره. خب یعنی مثلا اگر که مثلا فرض کنید اینجا رو نگاه کنید، اگه دو تا نقطه من از اینجا نگاه کنم، این دو تا سلول خیلی در بیان ژن شبیه هم دیگه، خیلی خیلی زیاد. ولی مثلا اگر که این رو نگاه کنیم با این یکی دیگه، این خیلی دورن اصلا. انگاری ما اومدیم در یک فضای دو بعدی اینها رو پروجکت کردیم. خب بفهم کلاسیفیکیشن چه فایده؟ این نکته‌ای که وجود داره اینه که میپرسن کلاسیفیکیشن چه فایده داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که فرایند اصلا ما این کار سینگل سل رو انجام میدیم که بعد لیبل بزنیم روی سلول‌ها، خب که بفهمیم که چه سل تایپی رو باهاش روبرو هست. حالا داریم یه بافتی یا یک موجودی رو مطالعه. آره، ولی اینکه من بیام واسه تک تک اینا بخوام ببینم که این نتورک رو تشکیل بدم، اصلا خود این اینفر کردن نتورک با استفاده از فقط بیان ژن مثلا یه سلول، این کار غیر نشدنی. کاری که ما کردیم اومدیم با استفاده از تمام اینها اومدیم این کار رو انجام دادیم، مثلا این نتورک رو ساخت. چه فایده ای داره؟ نکته اینه که بیولوژیستا خیلی خیلی سخته براشون انجام دادن این لیبل زدن به صورت دقیق. چیکار میان میکنن؟ میان اول همین بیان ژن‌ها رو برمی‌دارن و بعد میرن مثلا میگن که برای سل تایپ خاص مثلا یه سل تایپ خاص یه سری مارکر جین پیدا می‌کنن. خب و این مارکر جین‌ها جینایی هستن که انگار مشخص کننده سل تایپ‌های خاصه و بعد میرن می‌بینن که چه سلول‌های این مارکرها براشون بیان بالاتر، در چه سل تایپ‌های این ژن‌های مارکر درشون بیان بالاتری دارن و بعد میگن که اوکی مثلا این سل تایپ این مارکر جینا رو همه رو بیان بالا داره و بنابراین من این رو بهش لیبل میدم. اما یک سری مشکلاتی داره. یکی این که اولا خیلی کار دستیه و خیلی طول میکشه، خیلی سخته و خب ما اینجا دنبال معرفی یک روش اتوماتیکیم برای این، یعنی شما فقط ماتریس بیان ژن رو بده و بعد تمام. نکته دومی که وجود داره اینه که خیلی وقتا اون مارکر جینا مشخص نشدن یا اصلا دقیق نیستن و سلیقه انتخاب میشن. مثلا شما فرض کنید یه ارگانیسم جدید داری و بعد شما اصلا سل تایپش رو حتی اصلا نمیشناسی. خب و یه همچین چیزی. درست.
درست. حالا این یه مقداری انگار جدا از این ارائه منه، اما همچنان روش هایی برای تشخیص خوب بودن کلاسترینگ وجود داره. مثلا یه روشی وجود داره ARI مثلا اسمش، خب، و به شما میگه که انگاری من اگه بیام دستبندی های مختلف رو انجام بدم چقدر عدم شباهت دارم داخل کلاسترهای مختلف. خب اینها روش های مختلفی وجود داره و یه سری ابزار هم هستن که میان اصطلا اینا رو بنچمارک میکنن با هم مقایسه میکنن. درست. به این نکته که وجود داره، این چیزی که شما دارین میگین صحیحه، کاملا درسته. خب دو تا جا ولی مشکل به وجود میاد. خب یه جا اینه که شما ساب تایپ های تقریبا ناشناخته ای دارید. وقتی که ساب تایپ دارین، مارکر جین هنوز در موردش نمیشناسید. خیلی وقتا این مارکر جینا یه سریاشون خیلی استابلیشت و خیلی محکم و اینها، ولی و خیلی اونها هم چیزایی هستند که تقریبا واضحه، یعنی سلول ها آلردی از همدیگه، مثلا همین سل تایپی گفتین مثلا از یه سل تایپ دیگه کاملا جداست. خب خیلی وقتا اینا چیزای واضحه، ولی بعضی وقتا هم اینجوریه که خیلی، مثلا من یک سل تایپ خیلی هتروجنسی دارم و خودش ساب تایپ های مختلف داره و اصلا معلوم نیست چه مارکر جینایی وجود داره. یعنی من مجبورم از یه سری روش استفاده کنم که آلردی نمیدونم این مارکر جینا، و میگم همچنان ممکنه که شما یه سل تایپ های رو اصلا نشناسین، یه سری موجودات اصلا نشناسین. من خیلی اطلاعات پزشکی نشم، معذرت میخوام، من خیلی اطلاعات پزشکی نشم، نمیستم در این در مورد بیماری حرف میزنی یا در مورد سل تایپ خاص دارین حرف میزنی. درست. ببین سوال اینه، من یه سری سلول دارم خب که اینا در موردشون بیان ژن ها رو دارم، یعنی هر کدوم انگار یک بردار، یک آرایه بیان ژن رو در موردش داره، و بعد میخوام با استفاده از مثلا این بردارهای بیان ژن مثلا برای 10,000 تا سلول، هر کدوم از اینها رو یک برچسب بزنم و بگم که چه نوع سل تایپیه. از طریق دی ان ای؟ یعنی فرض کنیم که شما از شما مثلا 10 تا سلول داریم، از طریق دی ان ای شما میتونیم فقط دی ان ای خود شما ها. آها در شرایط مختلفی که این وضعیت این باق به سبب این ترانسکریپتور جدیدی داره این وضعیت جدیدی هست. درست. ببینید شما از طریق فرض کنید که من از شما 10 تا سلول از خود شما دارم، از طریق دی ان ای که نمیتونم بگم که این مثلا مال کبده یا مثلا مال چشمه یا مال مثلا دست. درسته. از طریق بیان ژن ولی میتونم جوابش بدم. خب ولی از طریق مثلا متیلیشن هم میتونم جوابش بدم.
از طریقای من یه مثال بزنم خیلی واضح تر بشه. سال 2003 خیلی خوب کرده بودم یه کار سینجستر انجام بدنم یه من ولی خب ما یه سر ساختارت های سلولار مرزی رو میشناختیم، مثلا نورون ها، آسیوسایت ها، اولیگوزنیوسایت ها، منتها این ها اومدن مثلا 10,000 تا سلول از مرز رو گرفتن و به جایی که همه این ها به صورت بالک سیکونس کنن 10,000 تا تک سلول رو سیکونس کردن و بعدا دیدن یه سری کلاس بهتری داره ایجاد میشه که انگار تا الان نمیشناختنش و یه دفعه 15-16 نوع ساب تایپ در واقع سلولهای مغز رو به صورت یه جا تو یه استاد شناسایی کردن که اگه شما همینجوری میخواستیم فقط در اساس فینوتایپشون بر اساس شکل سلوله و یا لوکیشنشون و اینها نمیتونستید این ساب تایپ اینها رو شناسایی کنید یا میرید تو سراغ سلولهای مثلا هماتوپویتیک استرسلا سلولهای مغز استخوان یه دفعه مثلا کل اون مغز استخوان رو میبینیم تک سلولهاش رو سیکونس میکنیم ببینیم آره یه گروه استم سل داره یه گروهی که انگار در حال پروژنیتور سلن در حال تمایزن یه گروهی که تحقیق شدن مثلا به ایلیتوریدا به مایلویدا مثلا یعنی گروه به گروه ساپاپیلیشن های سلولایی رو میتونید پیدا کنید که تا قبل خیلی راحت به میکروسکوپ نمیتونستید تفاوت اینا رو تشخیص بدید واسه شما هم هارد کرد نداشتید و هدف ایشون این هستش این کلاسیفیکیشنی که میتونه شاید انقدر جزئی باشه و چون ترانسکریپتومشون هست بر اساس ترانسکریپتومشون هست و که شاید مثلا اصلا دینامیک باشه مثلا الان شما چیز کنین این توی این گروه قرار داشته باشه بعدا مثلا پس فردا توی یه شرایط دیگه بکنیم توی یه گروه دیگه قرار داشته و بنابراین شاید اصلا نشه ازشون در استفاده خوب کرد میدونین چون انقدر شما دیگه ریز دینامیک و ریزه که اونقدر ثابت نیست که شما اصلا به این منیپولیشن رو خواسته چون قبلا کارهای انجام شده که نشون دادن آو داینامیسیتی درسته مثلا داخل اون هر کدوم از این ساب کلاستر رو هم شما یه نقطه نمیبینید همه مثلا سلولایی ساب تا یه نقطه روی یه هم نمیبینن و این که پخش هستن هر کدوم از کلاستر رو هم داینامیسیتی رو دارم این رسیمه که شما میفرمایید در این حال وقتی که یه کار مثلا ساینس میاد 16 تا ساب تایپ رو سال 2016 یعنی ما چند سال علم پزشکی و زیست شناسی در مورد ساب تایپ رو مثلا سلولهای مغز میگردیم و یه دفعه با یه کار سینگل مثلا 15 تا ساب تایپ مختلف جدید مغز رو تا سال 2016 دنیا مشخص میکنه یعنی که تکنیکی هست که به درد میخوره و میتونه در واقع چیزهای دانش جدید رو مثلا مشخص نه خواهش میکنم و حالا یه جواب دیگه اینه که خب اگر که در فرایند دیفرنشیشن باشیم نهایتاً اصلا انتظارم داریم که بشن سل تایپ های بالغ متفاوتی ولی اگر که یه سل تایپ بالغ رو آلردی بالغ شده رو بگیریم این دیگه همین دیگه هدفمون اینه که یک روشی بدیم که خیلی روباست باشه نسبت به اینها و بتونه واقعاً سل تایپ واقعی رو بده خب یعنی اگر که در واقعیت زیست شناسی اون سل ساب تایپ اون سل تایپ دیگه تغییری نکنه ما هم دنبال دادن روشی هستیم که هر مثلا دو روز دیگه هم این روش رو اگه اجرا کردی دوباره همون سلتا خب ولی نهایتا این نکته خیلی درسته یعنی مثلا اگر که قبلا ما با استفاده از بالکارنی سیکونسینگ می اومدیم مثلا یه همچین دقیقاً مثلا نمونه ای رو برمی داشتیم شاید همه اینا با هم دیگه میشدن یه نمونه و مثلا در واقع هیچ تفاوتی بین هیچ کدوم از اینا نبود ولی الان که میایم با استفاده از سینگل سل این کارو انجام میدیم میبینیم که اینها شدن سل تایپ های مختلف و کاملا از هم جدا شد. حالا نهایتا برمیگردم به مسئله هم. پس مسئله ما این شدش که سینگل سل ها رو با استفاده از همین بیان ژنشون پروفایل بیان ژنیشون بیایم دسته‌بندی کنیم. خب و خب اومدیم روشی که گفتیم که اینکه فقط از تک ژن ها بخوایم استفاده کنیم کافی نیست، باید ارتباط یعنی کافی نیست، خوبه که ارتباط های بینشون هم بیایم استفاده کنیم. اومدیم نگاه کردیم و در اینجا مثلا دیدیم که وقتی که روی این نتورکی که تشکیل دادیم، نتورک بیان ژنی که تشکیل دادیم، وقتی میایم نگاه میکنیم میبینیم که واقعا ماژول هایی که روش تشکیل میشن معنی دارن و میتونن در واقع مپ کنن این سلول رو به مثلا یه سل تایپ خاص. و خب مثلا اگر که بیایم من اینجا اومدم برای اینکه صرفا ببینیم که واقعا این ماژول ها هر کدومشون معنی های خاصی دارن، دو نمونه از ژن های داخل این دیگه اینجا میگم ماژول رو برمی‌داریم و بعد
نگاه میکنیم به بیانش در سلول های مختلف. پس هر سلولی رنگش میشه میزان بیان مثلا این ژن خاص که حالا اینجا شما کام نمیبینین، اسمش MPO. خب این ژن MPO در همه سلول ها رو من آمدم رنگ کردم بیانش رو. من مثلا سیاه یعنی بیان ناچیزی داره و زرد یعنی که بیان خیلی بالایی. و خب مثلا این MPO رو که اومدم کشیدم دیدم که مثلا این قسمت از سلول ها روشن میشن، یعنی توی این قسمت از سلول ها خیلی روشن. و اومدم یه نمونه دیگه ای رو از رو همین ماژول نگاه کردم که اسمش ایلینه و بعد ایلین هم اینجوری بود که دقیقا همینجا رو روشن. بنابراین این ماژول، حالا نمونه های دیگه هم از رو همین در واقع ماژول نگاه کردم و دیدم همیشه مثلا این قسمت از سلول ها روشن میشه و این نشون میده که واقعا این ماژول میتونه مشخص کننده این سلول ها باشه. ولی اگه من به تک تک اینها میخواستم نگاه کنم، میبینید که مثلا در مورد مثلا MPO داریم که اینجا هم به نسبت روشنن ولی در مورد ایلین اینجا خاموشه. ولی اگه من همه ماژول رو بیام نگاه کنم، حتما مثلا تأثیر اینها کم میشه و اینها به طور میانگین بیان کمی خواهند داشت و اینها خیلی خیلی روشن میشه. و خب این باعث میشه که اگر که من ماژولی نگاه کنم، خیلی نسبت به در واقع تفاوت رفتار تک ژن ها اصطلاحا رباست باشه. خب و در مورد مثلا حالا یه دونه ماژول دیگه هم اومدم همین کار کردم و دیدم این قسمت از سلول ها رو ما میبینیم که روشن میشن و خود دوباره اینا یه سل تایپ خاصی که حالا اینجا داریم چون که مثلا مگا کاریوتیک کاریوسایتیک پروژنیتور. خب پس این خوبه که حتی الان به اینجا رسیدیم که این خوبه که ما بیایم از به جای اینکه به تک ژن ها نگاه کنیم برای پیدا کردن الگوها، بیایم به ژن ها در ارتباط با یکدیگر نگاه کنیم. این یه نمونه دیگه است فقط برای اینکه نشون بدم. این باز دوباره اینا سلول های سی ام پی هستن، سه نوع ساب تایپ مختلفی که حالا با مارکرهای مختلف مشخص شدن به صورت اکسپریمنتال. و خب این همون نتورکی که ما تشکیل میدیم، اون نتورک انگارجین رگولاتوری نتورکه که ما تشکیل میدیم. و خب اگر به این سه تا ماژول نگاه کنید، میبینی که در این ماژول ما در واقع این ژن ها رو روشن داریم، یعنی این ماژول روشنه در این سل تایپ خاص، ولی در این دوتا نسبتا خاموش. خب و همینطور به این قسمت دیگه از نتورک اگر نگاه کنیم، میبینیم که در این سل تایپ مثلا روشنه، در این کمتر روشنه و در این نسبتا خاموش. این نشون میده که دوباره وقتی که مجموعه ای از در واقع ارتباط بین ژن ها رو نگاه میکنیم و بعد ماژول هایی که تشکیل میشه با توجه به این ارتباطات رو نگاه میکنیم، میبینیم که سل تایپ های مختلف میتونن مپشن به فعالیت ماژول های مختلف روی این گراف. پس این نشون میده نهایتا این گراف یه اطلاعاتی توش داره. خب ولی خب مسئله اینه که بعد من بیام چجوری استفاده کنم از این گراف. خب این یه مقداری بحث تخصصی تر میشه. احتمالاً به گوشتون خورده دیپ لرنینگ و خب داستان از این قراره که دیپ لرنینگ ها الان در صورتی که تعداد سمپل های شما در خیلی زیاد باشه، دادتون خیلی خیلی بزرگ باشه، دیپ لرنینگ ها اصطلاحا هم بست پرکتیس هم. به خاطر اینکه با استفاده از پارامترهای مختلف و توابع بسیار پیچیده‌ای که دارن، سعی میکنن که از دیتا اینفورمیشن مناسب رو به دست بیارن. خب و بعد خب ما گفتیم که چجوری میتونیم دیپ لرنینگ رو روی الان، پس ما یه سری گراف داریم، یه سری نتورک داریم که میخوایم اینها رو کلاسیفای کنیم، نتورک ها رو که الان نشونتون دادم، میخوایم اینها رو دسته‌بندی کنیم. خب و بعد میخوایم ببینیم که چه روش دیپ لرنینگی میتونیم روی این گراف ها بزنیم. اومدیم گفتیم که در واقع ما نگفتیم، قبلا گفته بودن که اگه شما به عکس ها نگاه کنید، عکس ها شبیه گراف هستن. هر پیکسل رو که نگاه کنید با 4 تا پیکسل دیگه همسایه است و خب میتونه یه گراف اصطلاحا منظم، منتظم یا رگولار رو تشکیل بده. خب که هر نود میشه یک، هر پیکسل میشه یک نود و به 4 تا پیکسل کناریش وصل. خب ولی خب ما الان داریم با گراف های ایرگولار میخوام حرف بزنیم، گرافایی که هر رأس به تعداد مشخصی رأس دیگه وصل نیست و برای این روش مناسب خودش لازمه که داشته باشه. و خب روش دیپ لرنینگ که وجود داره و خیلی جواب داره تو اپلیکیشن های دیگه مثل سوشیال مدیا و اینا، اسمش گراف کانولوشنال نتورک. الان اگه بخوایم دوباره مرور کنیم، ما پس میایم یه ژن رگولاتوری نتورک برای همه سلولا داریم دیگه. خب یه سری ژن رو ساب سامپل می‌کنیم، یه تعدادی ژن رو ازش می‌کشیم بیرون و بعد با استفاده از مثلا پابلیک دیتابیس ها میایم یک گرافی رو میسازیم.
خب من از این بعد نتورک و گراف و معادلن استفاده میکنم. خب بنابراین برای همه سلول ها من یک ساختار مشخصی از این نتورک دارم که همون اصطلاح همون بگیریم مثلا جنرال ولاتیل نتورک کامپرس شده است، و بعد در مورد هر سلول علاوه بر این یه دونه آرایه بیانژن هم دار. خب و میخوام با استفاده از این با کمک این دوتا من بیام کلاسیفیکیشن رو انجام. این ساختار یه نتورک عمیقه، انگار دیپ نورال نتورکه، که در واقع کاری که ما میایم میکنیم اینه که همین گراف رو برمیداریم، همین نتورک رو برمیداریم، مثلا این فرض کنیم برای یه سلول خاصه، و کاری که میایم روش میکنیم اینه که در واقع بیان ژن‌ها رو روی این گراف دیفیوز میکنیم. یعنی چی؟ یعنی که مثلا از هر کدوم از این در واقع ژن‌ها مقداری رو برمیداریم و میذاریم روی همسایه هاش، میذاریم روی اون نود هایی که روی اون ژن هایی که در واقع باش یه ارتباطی داره. خب و این کارو هی تکرار میکنیم. وقتی این کارو تکرار میکنیم این مثل چی میمونه؟ مثل اینکه ادعا داریم که روی جنرال رگولاتوری نتورک توی پروسه دیفرنسییشن یه دیفیوز شدن اکسپرشن داریم. خب یعنی مثلا اگه مثلا برگردیم به این گراف، مثلا اگر این یه سل تایپ خاص باشه میبینیم که مثلا بیان ژن مثلا این اکتیو این فعالیت از اینجا در پروسه دیفرنسییشن بلند میشه و مثلا میاد اینجا اینها روشن میشن و بعد بلند میشه و میاد اینجا و مثلا اینها روشن میشن و اصطلاحا این اکسپرشن دیفیوز میکنه روی این گراف. خب من البته میدونم اگر که بک‌گراند شما زیستی باشد یه مقداری خیلی ملموس نباشه، ولی به این دقت کنی که در پروسه دیفرنسییشن چه اتفاقی میفته. یه سری ژن ها بیان میشن، یه سری نمیدونم پروتئین ها تولید میشن، این پروتئین ها دوباره با همدیگه در کنار همدیگه میرن یه سری پروتئین دیگر روشن میکنن و همین اتفاق میفته و در همین حین نوع سلول های مختلف به وجود میاد. درسته؟ بنابراین این رو ما میتونیم به این شکل نگاه کنیم که مجموعه از ژن ها اول روشنن، در کنار همدیگه روشنن و بعد اینها انتقال میدن روشن بودنش رو به یک دسته دیگه از ژن ها و همینطور. و مثلا انگار فرض کنیم که این مثلا قدم اوله در مثلا اون اولین استم سل و بعد این روشنه و بعد اینها یک دسته دیگه از ژن ها رو روشن میکنن و بعد اینها میرن دسته دیگه ای رو روشن میکنن و در همین هی پروسه دیفرنسییشن رو. بنابراین باز این یک صرفا دادن یک شهوده. و خب این نورال نتورک ما هم دقیقاً میاد همین کارو میکنه. اصطلاحاً یه رندوم واک میزنه روی این گراف. یک قدم زدن تصادفی میزنه، انگار مثلا در یک جایی از این گراف یعنی روی یک ژنی میسته و بعد بیان ژنش رو برمی‌داره و منتقل میکنه روی گراف. مثلا قدم میزنه روی این گراف و در هر گامی یه مقداری از این بیان ژن رو به صورت تصادفی میزنه. خب این دقیقاً همون فراینده، ولی این رو چندین بار و در لایه‌های مختلف انجام. درست. درست. اگه بخوام دقیق باشم، اولا که نه، ما اگر که با مثلا یاله با رأس میانی رسیده باشن اینو وصل نمی‌کنه. پابلیک دیتابیس ها چیزایی هستن که مثلا فقط در مورد ترانسکریپشن فاکتورها میگن چه ترانسکریپشن فاکتورها باشه، در ترانسکریپشن فاکتورهای دیگه مثلا در ارتباطن، حالا هر ارتباطی ممکنه ساپرشن باشه، اکتیویشن باشه، هر چیز. ما فقط همونا رو میاریم و میذاریم اینجا، یعنی با استفاده از اون دیتابیس ها که دقیقاً در مورد همین ترانسکریپشن فاکتورها چی میگن، ما با اونا کاری نداریم. آره دیگه، اگر اون کامل همه چیزها رو داشته باشه درسته، یه ساب گراف از همین، یعنی یال هاش هم از همون درسته. ببخشید شده بیان روشن که
درست. دیفیوز درست. ببینید کاری که ما اتفاقا میایم انجام میدیم اینه که ما این کار رو به صورت تصادفی خودمون انجام خب و بعد سعی میکنیم که مثلا فرض کنیم که خیلی نادقیق دارم میگم ولی همچین چیزی 100 هزار بار فرض کنیم که من این دیفیوز شدن رو به صورت تصادفی انجام خب و بعد میبینم که از این 100 هزار تا مثلا 100 تای خاصش واقعا شبیه یه سلول خاص میشه، واقعا شبیه بیان یه سلول خاص میشه. خب برای این اتفاقی که افتاده اینه که من انگاری دقیقاً همون کاری که شما میگین رو کردم، دقیقاً همون مسیر رو رفتم که درست بوده تا به اون سلول سل تایپ خاص برسم. حالا یه کاندیشن رو در نظر بگیریم. فرض کنیم من 100 هزار بار به صورت تصادفی همین کار رو انجام میدم، میرسم به یه کاندیشن خاصی. حالا مثلا یه دراگی روش تاثیر گذاشته یا هر چیز دیگه. انگاری من دقیقاً مسیر درست رو رفتم برای اینکه به اون کاندیشن برسم. نه دیگه نمیگیریم، ولی نهایتاً میبینیم که دقیقاً شبیه همونایی شده که اون اول محیطی روش تاثیر داشته و میگیم که انگار ما داریم سیمولیت میکنیم، انگار پیش بینی داریم میکنیم که چه اتفاقی. آره. درست. درست. خیلی سوالای خیلی خوبی بود. و نکته‌ای که وجود داره اینه که آها ما این کارو میام انجام میدیم، خیلی وارد دیتیل دیپ لرنینگش نمیشم، ولی مثلا کارهای مختلفی میکنیم که سعی میکنیم که نهایتاً نکته همینه که ما چندین و چند بار رندوم واک میزنیم و دیفیوز میکنیم اکسپرشن رو روی سل تایپ های مختلف و بعد همونجوری که الان گفتم میبینیم که نهایتاً کدوما شبیه چه سل تایپ خاصی شد. خب یعنی مثلا کدوم یکی از این مسیرهایی که من رفتم شبیه چه سل تایپ خاصی شد و این دقیقاً مدل ماست. ما پس بنابراین از یک جین اکسپرشن ماتریکس شروع میکنیم و بعد اون نتورکر رو میسازیم و بعد این دو رو به صورت ورودی میدیم به این نتورکمون که حالا یه ساختاری داره. مثلا اینجا اینها پارامترها مشخص میکنن که من چه تعداد گامی توی این رندوم واکم وردارم و در هر گامی چه مقداری رو مثلا چه مقداری از اکسپرشن رو با خودم بردارم و ببرم. دقیقاً همین. خب و چندین و چند بار این کارو انجام میدم. خیلی خیلی پارامتر داره ولی خب از اون طرف خیلی خیلی هم دیتا داره. بنابراین اصطلاحاً نتورک من میتونه با استفاده از این همه خیلی خیلی دیتا یاد بگیره که چه رندوم واکی منجر به چه سل تایپ خاصی میشه و اونها رو شبیه سازی کنه اتفاق. خب و حالا بریم سراغ نتایج. ما برای اینکه ببینیم که چقدر دقیقه این روشمون روی سه تا دیتا ست بیشتر از اینها بود ولی خب حالا سه تا شما آوردم، سه تا دیتا ست سینگل سل این کار رو انجام دادیم. اولیش تابولا موریسه یا در واقع اطلس سلول‌های موشی که اومدن از 100 هزار تا سلول داره و از 20 تا تیشو مختلف اومدن در واقع نمونه گرفتن. دیتاست دوم مال زبرافیشه، در واقع مال جنین زبرافیشه که این هم از کل بدن جنین زبرافیش در مثلا گام‌های زمانی مختلف بین 4 ساعت تا 48 ساعت اومدن در واقع نمونه گرفتن. و آخریش هم استمسل های خونی موشه که در واقع ما فقط روی سل تایپ خاصش نگاه میکنیم ببینیم که آیا میتونه نتورک ما ساب تایپ های مختلف رو تشخیص بده. این دیتا ست اول همون در واقع سلول های جنینی خون موش و خب 27297 تا جین داره هر کدوم از این سلول ها و ما 5958 تا سامپل رو در واقع انتخاب میکنیم که سه تا کاندیشن، سه تا ساب تایپ دارن. خب و دقتی که بهش میرسیم 96% روی دیتای جدیده. یعنی اگر که یک دیتای جدیدی به ما بدن خب ما میتونیم و همین سل تایپ رو داشته باشه، ما میتونیم سل تایپ ها رو داشته باشه، ما میتونیم با دقت 96% بگیم که هر کدوم چه سل تایپ چه سل تایپی. خب و این مقدار خیلی زیادی، یعنی روش های با همین تعداد سامپل روش های مشابه همیشه زیر 90%. خب و حالا اینجا اومدیم صرفا نشون دادیم که چرا خوبه این روش ما، یعنی چجوری کار کرد روش ما. این دیتا ست خامه و انگاری هر نقطه دوباره نشون دهنده یه سلوله و هر رنگ نشون دهنده ساب تایپ خاصشه. و خب نکته‌ای که وجود داره اینه که همونجوری که می‌بینین اگر که من اینها رو بیام توی دو بود
تصویر کنم، پروجکت کنم، میبینم که اگر فقط بخوام با بیان با بردار بیان ژنی ها نگاه کنم، میبینم که خیلی از این سلول ها داخل هم دیگه و میخوام اینا رو از هم جدا کنم. خب دقیقاً کار نتورک من همین. و بعد وقتی به نتورکم میدم و دوباره در واقع ایمبدش میکنم داخل نتورکم و مثلا حالا میام رسمش میکنم با مقدارهایی که تغییر داده در واقع نتورک من، از مثل همون انگار یه بردار جدید میده بابت هر سلول. و وقتی که میام رسمش میکنم میبینم که کاملا این سل تایپ ها از هم دیگه جدا شد. خب این کاملا که حالا یکم اینجا مثلا مشکل داره، ولی خب تقریبا از هم جدا شدن و دقیقاً این دو قسمتی که مثلا سبز و آبی بود که داخل هم دیگه بودن از هم جدا شد. خب دیتا ست دوم همون تابولا موریسی که 100,000 تا سلول از 20 تا ارگان و تیشو مختلف یک دونه موش در واقع چند تا موش اومدن نمونه گرفتن و اینجا 28,000 تا جین داریم، 4,000 تا سمپل و حالا من اینجا 3 تا تیشو 6 تا 4 تا تیشو داریم. خب من اینجا اشتباه نوشتم 3 و دقتمون 90% روی دیتای جدید دور تکم دیتای جدید، یعنی ما روی یک قسمت از دیتا یاد گرفتیم و یه دیتایی میاد که هیچ لیبلی نداره، ما سل تایپاشو نمیشناسیم و بعد ما میخوام پیش بینی کنیم که سل تایپ ها هر کدوم چیه. خب دوباره این نتیجه کاره، همونجوری که میبینید اینجا کاملا یه جامعه میکست رو داریم ولی نتورک ما تونسته اینها رو از هم دیگه جدا. و دیتا ست آخر همین دیتا ست زبرافیشه که 30,000 تا جین داره، 2400 تا سمپل و 6 تا سل تایپ داره و ما دقت 94% رسیدیم. و مثلا این نمونه دیتا خامه، هیچ اتفاقی روش نیفتاد، همچنان میبینیم که یه سری سل تایپ ها کاملا با هم دیگه ترکیب شدن و یه سری سل تایپ ها جدا افتادن اصلا، یعنی یه سل تایپ ها خاص مثلا دو تیکه شده ولی بعد ما تونستیم که اینها رو کامل اصلا جدا کنیم. به نکته که وجود داره، ما یه دونه ساختار نتورکمون یک نمونه است، یه دونه است برای همه سل تایپ های خاص. چرا؟ چون ایدمون اینه که جین رگولاتوری نتورک برای همه جا یکیه دیگه، برای همه سلول ها یکی، اما یکی هست اما لزوما فعال نیست همه جاهاش با هم دیگه. درسته؟ یعنی ما میدونیم که تأثیر فلان ژن روی فلان ژن همیشه مثلا اکتیویشنه، ولی به شرطی که یکیش بیان بشه و اون یکی رو اکتیویت. خب یعنی باید صرفا، یعنی همیشه اون نتورک یکسانه ولی قسمت‌های فعالش متفاوت. خب اینجا هم داستان همینه، با استفاده از همین تفسیر ما اومدیم گفتیم که همه سل تایپ‌های ما، همه سلول‌های ما یه دونه نتورک خاص دارن، اما اون میزان فعالیت ژن‌ها روی سلول‌های مختلف متفاوت. خب و چیزی که مقایسه می‌کنیم اینه که در واقع بیان ژن ها کجاهای این نتورک ما متمرکز شد، تو کدوم ماژول ها متمرکز شد. خب و با شبیه سازی اون دیفیوز کردن اکسپرشن در طی فرآیند دیفرنشیشن میایم سعی میکنیم که و حالا اینجا یک اتفاق دیگه هم افتاده، نمیدونم با بچی فکر چقدر آشنایی. و این بچی فکر داستانش از این قراره که ما فرض کنیم که من امروز یه آزمایشی رو انجام میدم با یک پلتفرم A، فردا یه آزمایش رو انجام میدم با همین پلتفرم است. خب نکته اینه که وقتی که من میام نتایج رو نگاه کنم میبینم که داده ها واقعا با هم دیگه تفاوتی دارن، یه تفاوت خیلی بزرگی دارن و نمیدونم این تفاوت به خاطر تفاوت بیولوژیکال سمپل هاست یا به خاطر تفاوت این زمان. و خیلی وقت اتفاقا میبینیم که به خاطر این تفاوت زمان ما مثلا در دیتا یک سری اصطلاحاً کانفاوندر داریم، یه سری بچ افکت داریم. و هدف اینه که خیلی وقت هدف اینه که این بچی فکر رو ریموف کنیم. خب به خاطر اینکه تفاوت سمپل هام، تفاوت دیتا هام به خاطر تفاوت بیولوژیکالشون نیست. و مثلا همینطور در مورد پلتفرم های مختلف، مثلا یه بار با پلتفرم A اومدم این کار کردم، یه بار با پلتفرم B اومدم این کار کردم و بعد میبینم که دوباره خیلی تفاوت هست بین این دوتا دیتا، در حالی که مثلا انگار از دقیقا از همین یه نمونه
فرض کنید که مثلا یه نمونه خاص اومدم سمپل گرفتم، ولی میبینم که بخاطر یه پلتفرم رو عوض کردم دیتام خیلی متفاوت شد. خب به اینم میگم بچه، کلا هر چیزی که به دلیل تفاوت انگار آزمایش، تفاوت انگار بچه آزمایش اتفاق افتاده باشه توی دیتا بهش میگم بچی فکر، و این بعد بچی فکر رو ریموف کنیم. اینجا هم همینه داستان. ما اومدیم توی، حالا من اینجا رو باز خیلی دقیق نمیبینید شما، ولی اومدیم توی 8 تا تایم پوینت، 6 تا تایم پوینت اومدیم سمپل گرفتیم از این امبریو زبرافیش. خب و نکته‌ای که وجود داره میبینیم که وقتی که به دیتا خام نگاه میکنیم میبینیم که واقعا یه تفاوتی به وجود اومده. مثلا اینها همه، مثلا اینها همه 4 ساعت یا 6 ساعت هن، یعنی ساعت 4 یا ساعت 6 هن که اندازه‌گیری شدن، اینها همه بعد از اون. خب و این به ما یکم ما رو مشکوک میکنه که نکنه این تفاوت به خاطر تفاوت زمان باشه. خب در حالی که ما انتظار داریم که سل تایپ های مختلف واقعا کنار هم دیگه بیفتن. همونجوری که اینجا میبینیم مثلا این نمونه آبی رو اگه ناکنین، این در این مثلا تایم پوینت ها اندازه‌گیری شده، ولی این قسمت آبی در تایم پوینت های دیگری اندازه‌گیری شده. مثلا این مقدار، این سبز مثلا همه در این تایم پوینت اندازه‌گیری شده، ولی این همین سل تایپ واحد در یک تایم پوینت دیگه اندازه‌گیری شده و اینها تفاوت داره. خب اینا ما رو مشکوک میکنه که نکنه چیزی به نام بچی فکر وجود داره. روش‌های بسیار بسیار زیادی چه تو این سینگل سل چه تو جاهای دیگه وجود داره برای ریموو کردن بچی فکر، ولی خب ما اصلا بدون اینکه هیچ تلاشی بکنیم میبینیم که بچی فکر اینجا ریموو شد. چجوری بچی فکر ریموو شده؟ میبینیم که مثلا فرض کنید سل تایپ قرمز اگه در نظر بگیریم، میبینیم همه کنار هم اومدن و ضمن اینکه یه سریاشون از یه سری تایم پوینت اندازه‌گیری شدن، یه سریشون از یه تایم پوینت دیگه. یا مثلا این نمونه آبی، همشون کنار هم اومدن و همه یه تایم پوینت های مختلف با هم دیگه ترکیب شد. و انگار ما بچی فکر رو اینجا ریموو کرد. خب یه بار برای اینکه صرفا دقیق بگم، ما این شکل‌های بالایی رنگ هر در واقع نقطه یا سلول بر اساس سل تایپشه، در قسمت پایینی بر اساس اندازه‌گیری زمانیه که ما در واقع آزمایش انجام میدیم، در واقع بر اساس زمانیه که ما آزمایش انجام میدیم. و خب حرف اینه که در اینجا که را دیتا ست رو داریم، میبینیم که این زمانهای مختلف از هم جدا شدن و این ما رو مشکوک کنه که بچی فکری وجود داشته باشه. و وقتی که این روشمون رو ما میایم اعمال میکنیم و دوباره اینها رو رنگ میکنیم، میبینیم که واقعا بچهای مختلف با هم ترکیب شدن و کنار هم قرار گرفتن. این باعث میشه که یه مسئله دیگر رو حل. این خلاصه دقت‌های ماست و با این تعداد سمپل حالا ما داریم الان فرایند مقایسه کردن بین روش‌های مختلف رو انجام میدیم رو همین دیتا ست‌ها. تا جایی که انجام دادیم با این تعداد سمپل تقریبا همه رو از همه بهتریم. البته حالا یه سری مشکل داره که حالا من میگم، ولی حالا در خلاصه این که این روشی که ما ارائه دادیم یک روش قابل تفسیره، چون معمولا روش دیپ لرنینگ اصلا قابل تفسیر نیست، به عنوان بلک باکس بهش نگاه می‌کنه، ولی اینجا ما واقعا میتونیم شهود زیستی پشت این داستان رو بگیم. به جای اینکه از 27000 تا جین استفاده کنیم، همه چیزا که من نشون دادم، ما فقط مثلا با استفاده از 300 تا جین میایم این کار رو انجام میدیم. زدن دقت کنید که ما همون همه ترانسکریپشن فاکتورا هم تازه نمیاریم، ما باز دوباره ساب سامپل 300 تایشون میاریم، بچی فکتور رو ریموو میکنه. و حالا من یه چیزی که در موردش صحبت نکردم، به جای اینکه ما مثلا در یک مثلا یک بردار 27000 تایی برای توصیف یه دونه سلول داشته باشیم، این رو ما خلاصش می‌کنیم توی مثلا 9 تا عدد و با یک بردار 9 عددی ما انگار کامپرس می‌کنیم. و حالا این یه چیز ریاضیه که انگار یک پروجکشن لو دایمنشنال ارائه میدیم برای هر سلول. اون کاری که باید انجام بدیم اینه که و الان داریم انجام میدیم، باید مقایسه کنیم این روشمون رو با روش‌های دیگه همچنان، چون خیلی خیلی تعداد زیادی روش هستن، مثلا الان تا الان 15 تا روش فقط من دیدم. و اینکه خب الان دیتا ستایی که دیدین اینجوری بودش که ما یه قسمت از دیتا رو می‌ذاشتیم برای یاد گرفتن این نتورک، یعنی برای اینکه این نتورک یاد بگیره، بقیه‌اشو می‌ذاشتیم برای اینکه تست کنیم. ولی همچنان این ممکنه که به خاطر این خوب جواب بده که ما از یه بچ از در دیتا داریم، انگار یه نوع دیتا خاص داریم، ولی خوبه که مثلا اگه موس بلاد سل رو مثلا اگه در نظر بگیریم روی دیتا ست ترین کنیم و یک دیتا ست دیگری بیاریم که اون هیچ لیبلی نداره و بعد سعی کنیم با اون لیبل بزنیم. این همون کاریه که در اون انگیزه از تو این پیدا میشه که اگر که
حالا یه آزمایش جدید انجام شده هیچ لیبلی نداشتن این سلول‌ها، ولی میدونم مثلا سلول‌های خونی موشن، بیارمش و با استفاده از این نتورک هم لیبل رو به صورت اتوماتیک بزنم و مردم خیالشون راحت بشه. این یک دغدغه بزرگه برای زیست شناسا که چجوری خیلی دقیق این لیبل‌ها رو بزنم. خب ما اگه یه چیز دقیق با دقت مثلا فرض کنیم حالا مثلا بالای 95% بدیم که میتونه سل تایپ‌های مختلفو مشخص کنه، خب این خیلی خوشاینده برای زیست شناسا. و ضمناً که الان چیزی که داریم اینه که باید اول یه سری لیبل داشته باشیم تا بتونیم مثلا بگیم که بعد از روش یاد بگیریم و یه دیتا سایت جدید که میاد لیبل بزنیم. ولی خب یه چیزی که اشاره هم کردم اینه که به صورت آن سوپروایز بیام این کارو انجام بدیم و انگار همین گرافا رو استفاده کنیم، یک جنرالیزیشنی از همین نتورک دیپ لرنینگمون استفاده کنیم و بیایم حالا به صورت آن سوپروایز این کارو انجام بدیم، فرآیند کلاسترینگ رو انجام. این کارهایی که داریم انجام میدیم فعلا و همین. در پایان من می‌خواستم تشکر کنم از اول از بی سی بی گروپ که بسیار فعالیت‌های خیلی خیلی عالی رو شروع کرده برای اینکه زیست شناسا، کامپیوتر ساینتیستا اینها در کنار هم قرار بگیرن. ما یک سری دوره آموزشی داریم برگزار می‌کنیم، یک کارگاهمون گذشت که فیلماشو می‌تونید اویلیبل هست و حالا می‌تونید از ادمین گروپ بگیرید و انشالله تا آخر تابستون دو سه تا ورکشاپ دیگه هم میگذاریم. و از دکتر شریفی که در واقع این فرصت رو به من دادن، شایان شکرفروش که از بچه دانشگاه شریفه ولی الان در اینترنشیپ دانشگاه مونیخ کمک میکرد در این پروژه و در واقع در طراحی نتورک کمک کرد و همچنین کاری که من انجام دادم تو مؤسسه EMBL هایدلبرگ آلمان انجام شد که در واقع در گروه وولفگانگ کوبر بودم و سوپروایزرم خانم لاله حق‌وردی. خیلی ممنون.